آخوند حسن روحانی در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر در جمع گروه‌های دستچین شده در سالن 12000 نفری استادیوم آزادی در زمینه‌های مختلف مسائل کارگری به دجالگری و طرح ادعاهای شیادانه پرداخت. روحانی در سخنرانیش از بیکاری میلیون‌ها جوان تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده به صراحت حرفی به میان نیاورد، بلکه شیادانه از جوانان تحصیل کرده و بیکار به عنوان جوانانی که آماده اشتغال هستند یاد کرد. روحانی هیچ اشاره‌ای نکرد که چرا میلیون‌ها جوان تحصیل کرده بیکار در کشور وجود دارد و نگفت علت بیکاری جوانان و شکستگی صنعت و تولید و حاکمیت نظامی است که او ریاست دولتش را به عهده دارد. رئیس جمهور نظام ولایت وعده پوشالی و دست نیافتنی ایجاد اشتغال برای آنان در سال 93 را داد و گفت امروز میلیون‌ها جوان تحصیل کرده ما آماده اشتغال هستند. این دولت تدبیر و امید است که در سایه حمایت شما این بار را بردوش دارد و مصمم است سال 1393 را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام کند. روحانی خطاب به وزیر کار دولتش میگوید آقای وزیر، نگذارید خانه کارگری بی فروغ بماند. چراغ کار و اشتغال در سراسر ایران عزیز ما باید همواره تابناک باشد. آقای ربیعی باید برای حل مشکل کارگران ساختمانی و کارگران فصلی اقدام جدی را انجام دهد. معلوم نیست چرا آخوند روحانی در جلسه هیئت دولت این رهنمودهای گوهربار را به وزیر کار نمی‌دهد و این ادعاهای شیادانه را جلوی مردم و جلوی دوربین‌ها می‌گوید. به احتمال قوی در جلسه هیئت دولت هر دوی آنها، یعنی هم روحانی و هم وزیر کارش ربیعی که مهره کارکشته اطلاعاتی و از جانیان سابقه دار رژیم است، آنچنان سخت مشغول برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تظاهرات کارگران در روز کارگر و نحوه مقابله و سرکوب حرکت‌های اعتراضی کارگری هستند که فرصتی برای رد و بدل کردن این گونه تعارفات رنگ باخته اندر باب فروغ خانه کارگر و روشن بودن چراغ کار و اشتغال برایشان باقی نمی‌ماند. واضح است که آخوند شیادی که خودش در طول 35 سال گذشته عمدتاً در مناصب امنیتی و سرکوب بوده، هیچگاه نه خود و نه هیچ یک از گماشتگان خود را در برابر مطالبات مردم پاسخگو نمی‌داند. قسمت پایانی سخنان روحانی وعده‌های او در مورد تحول در بخش تولید و بهبود وضعیت کارگران است. او گفت دولت مصمم است تمام قفل‌های تحریم نابجا علیه ملت ایران را بشکند. تحریم نابجای قدرت‌های بزرگ علیه ملت بزرگ ایران برای همه مردم ما درد و رنج بود، به ویژه برای کارگران عزیز. دولت مصمم است با حفظ حقوق ملت بزرگ ایران در سایه تعامل با جهان درها را به روی صادرات کالاهای ایرانی باز کند. اگر ما مسیر صادرات کالا را هموار کنیم، به معنای اشتغال بیشتر و رونق تولید است. طبعا این حرفا هم وعده سرخرمند و نسیه‌ای بیش نیست. اگر روحانی می‌خواست کار عملی و بالفعلی برای کم کردن از درد و رنج کارگران انجام دهد، می‌بایستی تمامی قوانین ضد کارگری رژیم را ملغی می‌کرد و حقوق کارگران را چه به لحاظ صنفی و سندیکایی
و چه بر اساس قوانین شناخته شده بین المللی به رسمیت می شناخت. ضمناً آخوند روحانی به این نکته اشاره نمی کند که اگر خانه خرابی و درد و رنج کارگران معلول تحریم است، چه کسی جز نظام آخوندی که برای بقای حکومت ننگینش در صدد دستیابی به سلاح اتمی است مسبب آن است. آخوند روحانی آنچنان وضعیت فاجعه بار معیشتی کارگران میهنمان را نتیجه تحریم ها می داند که گویی چپاول سران و مهره ها و کارگزاران رژیم و دزدی های چند صد میلیارد دلاری و به یغما بردن و تاراج دادن ثروت مردم ایران هیچ نقشی در رقم زدن حال و روز کنونی کارگران ایران نداشته است. حرفهای آخوند روحانی در روز کارگر و همراه عملکرد و سیاستهای یک ساله حکومت ننگینش بیش از پیش نقاب شیادی از چهره این آخوند دغلکار به کنار می‌زند و ادعاهای کذب اعتدال و میانه‌روی او را رسوا می‌کند. راه رهایی کارگران میهن ما و رسیدن آنها به حقوق حقه خود تنها و تنها از پایان دادن به سلطه رژیم چپاولگر آخوندی.